بچه سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه همه تست های آپارات دانلودر رو بنویسیم و یه سری تست دارم که باید انجام بدم و دوست دارم که یک ولاگی داشته باشیم که در واقع اون کارهایی که روزانه من انجام میدم رو با شما هم به اشتراک بگذارم. بریم تو کارش. یکی از بچه های ایشو گذاشته بود، گفته بود که دپندنسی ها تو باید اصلاح بکنی و یونیت تست تو توش اضافه بکنی. الان من برای پروژه آپارات دانلودر تسکار رو تعریف کردم برای امروز و با هم دیگه شروع میکنیم این تسکار رو انجام دادن. خب اولین کاری که من میخوام بکنم اینه که یه تستی باید بنویسیم طبق اون چیزی که من توی در واقع اینجا توی ایشو شماره 8 تعریف کردم. گفتیم یه تستی بنویسیم که چک بکنه آیا ارورهای ما پراپر هستند یا نه. بچه در واقع من دلیلی که دارم یونیت تست می‌نویسم برای این پروژه، اول اینی که بیشتر با یونیت تست آشنا بشم، چون هیچ موقع توی پروژه‌های واقعی من تا حالا حقیقتش تست ننوشتم به جز برای یه پروژه، اونم برای بخشی از قسمت‌هاش که اصلا یونیت تست نوشتم، اونجا برام یه راهکار بود برای اینکه بتونم مسئله رو حل کنم. کوچیک کوچیکش کرده بودم به مسائل خیلی ریستر و اون مسائل رو اول براش تست می‌نوشتم، فیل می‌شد و بعد کم کم در واقع هی کد می‌زدم و تستر رو ران می‌کردم ببینم درست شده اون قسمت کوچیکی یا نه. توی این پروژه آپارات دانلودر در واقع دارم سعی می‌کنم مهارت‌های خودم رو هم توسعه بدم، یعنی اولا مثلا چیزایی مثل تست نوشتن، مثل پترن‌های مختلف رو بیام ایمپلیمنت بکنم. حالا کم کم این کارا رو هم انجام میدیم. یه وقتی شما یک برنامه می‌نویسید اون تا دیگه نه خودتون نه کسی دیگه بعد از چند وقت نمی‌تونه درستش بده، چون انقدر کثیفه که خودتون هم نمیدونید چی نوشتید. خواستم در مورد این قضیه بهتون توضیح بدم که چرا دارم توی این پروژه توی آپارات دانلودر این تست می‌نویسم و کلی از وقتم گذاشتم برای تست نوشتن. دلیلش این بود که بهتون گفتم اگه یادتون بوده. خب مرحله دوم اینه که ما بریم یک پروژکت بورد درست بکنیم که گیت هاب برای این پروژه خودمون که پابلیک هم هست و همه میتونن ببینن. در واقع با استفاده از سیستم کنبن که احتمالاً میدونید دیگه، برای مدیریت پروژه یک سیستمی هست به اسم کنبن که شما میاد چند تا ستون درست میکنید و
هر تسک یک کاری هست توی اون ستون، مثلا میتونید با این استیک نوت ها در واقع این کار رو بکنید و مثلا یه ستون تودو داشته باشید که کارهایی که میخواید انجام بدید، یه ستون WIP داشته باشید، Work in Progress، کارهایی که دارید روش کار میکنید در واقع، تسکایی که داره انجام میشه، یک ستون تو ریویو داشته باشید، یعنی کارهایی که میخوام ریویو بشه و بیشتر روش در ملاحظه داشته باشم، و ستون دان، مثلا حالا میتونه 3-4 تا ستون یا حتی بیشتر از این باشه. خب الان میخوام از یه سری وبسایت های ریدمی ساز در واقع استفاده بکنم برای اینکه یک ریدمی خوب بنویسیم برای پروژه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. دکمه لایک را اگر نظرید حتما این کار بکنید، سابسکرایب بکنید به کانال من و منتظر ویدیوی من حتما باشید. نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. خدافظ.